پس زمان جنگ چه کار بکن؟ جنگ نیکوی ایمان و اعتراف نیکوی ایمانی بکن. میگه جنگ نیکوی ایمان را بکن همانطور که اعتراف نیکو کردی در حضور مردمان، همانطور که عیسی در حضور پیلاتوس اعتراف نیکو کرد. چه ربطی داره؟ پولس داره به تیموتائوس میگه که هنگام جنگ حواست به کلامی که میگی باشه، هر چی را دهانت بیرون نیام. یکی داره بهت بارد میکنه، یکی داره سوارت میکنه، یکی داره به تهدیدت میکنه، یکی داره یه جمله‌ای بهت میگه، یکی داره در واقع یک کار زشتی و رفتار نادرستی داره با تو انجام میده و در واقع چیکار میکنه؟ حرمت تو رو، جایگاه تو، اقتدار تو رو تیموتائوس داره زیر سوال میبره. مرد خانواده ای اقتدارته، زن خانواده ای اقتدارته، رئیس شرکتی اقتدارته، رئیس یه جایگاه هستی اقتدارت داره میزنه. در واقع جنگ چیه؟ تهدیده، داره میاد که جایگاه اقتدارتو بزنه و بگه برو کنار، من دارم میام وسط. اینجاست که در واقع به عنوان یه شخص حکیم تو باید کنترل بکنی شرایط و مدیریت بکنی، خود دلیل بحران نباشی. حالا چیزی که پولس داره میگه، میگه تو جنگ تو بیا یه کار ایمانی انجام بده. کار ایمانی من چیه؟ میگه شروع کن به گفتن چیزهای نیکو، کلام نیکو از دهانت بیرون بیاد. هدف شیطان چیه؟ چون میدونه دهانت قدرت داره، چنان میزنه که دهانت باز بشه به بدی. همون خودش تولیده چی میکنه؟ بحران میکنه. میزنتت از جانبی، زنت میزنتت، شوهرت میزنتت، یه چی از دهانت میاد بیرون. چی میاد بیرون؟ یه بد و بیرا دیگه. چه اتفاقی میفته؟ خودش تولید بحران میکنه. بحران از همینجا تولید میشه.